پری نمیتواند ماندگار شود مگر آنکه طبق اصول و ضوابط دقیق و علمی به وجود آمده باشد. از همه نکات مهمتر، ترکیب بندی و در واقع ساختمان درونی اثر هنری است که باید بر اساس فرمول‌های تثبیت شده هنرهای تجسمی انجام شده باشد. ممکن است تصور شود که رعایت ارزش‌های ساختمانی و ترکیب بندی برای نقاشی به شیوه‌های مدرن آنچنان ضرورتی ندارد. این مطلب را کسانی به کار می‌برند که هنر مدرن را نشناخته‌اند، زیرا هیچ اثری بدون توجه به قوانین ساختمانی و ارزش‌های ترکیب بندی اصولاً اثری موفق محسوب نخواهد شد. اهمیت ساختمان یک اثر نقاشی مانند اسکلت بدن انسان و یا یک بنا امری اجتناب ناپذیر است. همچنان که در کتاب نوشته دلاکوروا می‌خوانیم، خطوط اصلی نمی‌تواند در تابلوی نقاشی وجود نداشته باشد. می‌بایست تابلوی نقاشی به ترتیبی طراحی و ساختمان بندی شود که یک ریاضیدان و یا یک فیلسوف اثری به وجود می‌آورد. این نکته را اکثر هنرمندان بزرگ مانند سزان، ماتیس، دلاکوروا، انگر، روبنز، داوینچی و خصوصاً میکلانج رعایت کرده اند. درباره هنر ترکیب بندی یک تابلو صحبت بسیار می شود. برخی آن را علم ریاضی و آگاهی های ظریف پنهان در خاطره هنرمند می دانند که در موقع خلق اثر هنری به معرض نمایش در می آید. عده‌ای نیز آن را قوانین و دستور امرهای کارگاهی و مدرسه ای یعنی آکادمیک دانسته اند که بایستی توسط هنرجویان و حتی هنرمندان بدون کم و کاست اجرا گردد. به نظر ما هر دو صحیح است. مهم این است که هنرمند اثر هنری خود را بر طبق موازین و اصول دقیق ترکیب بندی استوار کند، خصوصاً اگر بخواهد مطابق ایده های تجسمی از مرز ابعاد کوچک در زمینه نقاشی معمولی فراتر رود و آثار بزرگ را با ابعاد وسیع و عظیم به وجود آورد، آن وقت رعایت قوانین هندسی و ریاضی الزامی می‌گردد. نقاشی تنها یک سطح صاف نیست، بلکه فضایی است که در آفرینش آن هندسه نقش اولیه را بازی می‌کند و سایه روشن‌ها و رنگ‌ها و شکل‌ها نیز هر کدام با قوانینی در خدمت ترکیب بندی و ساختمان تابلو می‌باشند. هر کادر مربع یا مربع مستطیل دارای خصوصیات تصویری است که به وسیله نقاط حساس و اضلاع آن مشخص می شود. در کادر مربع، چهار نقطه زوایای آن اولین نقاط مهم آن محسوب می شود. با ترسیم قطرهای مربع، نقطه مرکزی یا حساس ترین نقطه آن مشخص می گردد. نقطه مرکزی نیز محل عبور عمود مناسف های اضلاع است که کادر را به نصف و چهار قسمت تقسیم می کند. با اتصال نقاط جدید به صورت متقارن یا غیر متقارن، سطوح تازه‌ای به وجود می آید که دارای روابطی منظم می باشند. همین تجربه را می توان با چهار زلی های دیگر ادامه داد و به ترتیب چهار گوشه هایی را انتخاب نمود که با نسبت زیر مطابقت داشته باشد. به نسبت 2:1 و 3:2 و 4:3 و 9:6، 6:4 و 16:12 و 12:9 یا اینکه به نسبت های 9:6، 6:3 و 3:1 و 8:6، 6:3 و 8:3 تقسیم نمود. این تقسیمات منصوب به آلبرتی، هنرمند قرن 15 ایتالیا می باشد که مورد توجه بسیاری از هنرمندان قرون وسطا بوده است. معروفترین آنها عبارتن از بوتیچلی در تابلوهای تولد ونوس بهار، همچنین جیوانی بلینی، ماساچیو در تابلو آخرین سن پیر،
پیرو دلا فرانچسکا در تابلو خواب کنستانتین و مریم و بچه در میان قدیسین که شیوه و روش فضاسازی آنها را آلبرتیسم خوانده اند. در این شکل اندازه 2:1 دیده می شود و در این شکل اندازه 1.5 برابر به نسبت 3:2 دیده می شود و در شکل بعدی اندازه 2.5 به نسبت 4:3 دیده می شود و در این شکل اندازه به نسبت 9:6 و 6:4 نشان داده شده است و در شکل بعدی اندازه به نسبت 8:6 و 6:3 دیده شده است. اما برخلاف فرانچسکا که نقاش و ریاضیدان بوده است، رافائل با آگاهی از ایده های زمانه دوره رنسانس با آزادی کامل فضاهای تجسمی مخصوص خود را ایجاد کرده است. یکی از شاهکارهای او که از نظر فضاسازی و ترکیب بندی اهمیت دارد، تابلو نقاشی دیواری مدرسه آتن می باشد که نسبت‌های هماهنگ و موزون را در کادری به نسبت 4:3 و پهنای اثر 7.7 متر به وجود آورده است. مدرسه آتن، اثر رافائل، نقاشی دیواری 1510 تا 1511 میلادی، کاخ واتیکان، روم. توجه به تناسب هیکل‌ها و اندازه‌ها و نسبت بین قسمت‌های مختلف با هم، رابطه اجزا با کل و ارتباط سطوح کوچک با سطوح بزرگ، هر یک به نوبه خود بسیار مهم است. هر نقطه از سطح تابلو با نقاط دیگر کاد در ارتباطی منطقی تحت محاسبه ریاضی و سنجش دقیق به دست می‌آید. در این رابطه از قدیم محاسبات ریاضی خاصی تجربه و مشخص گردیده که به عنوان نسبت‌ها و اندازه‌های طلایی معرفی شده است. پایه و اساس این نسبت‌ها و اندازه‌ها همانا طبیعت و عالم است که خداوند متعال در خلق جهان به کار بسته است. اولین و کاملترین نمونه انسان است که به عنوان احسن مخلوقات دارای نظمی است بسیار دقیق و از تعادل خاص برخوردار است. بدین جهت معیار اندازه‌گیری ها محسوب شده است. آدمی با مشاهده و دقت در عالم، در تمام پدیده‌های طبیعی، با شکل حیوانات و تمامی جانداران، گیاهان، گلها و خارها، سنگها و بلورها و موجودات بسیار کوچک آشنا شد و نسبتها و اندازه‌های آنها را به دست آورد. در ضمن به جهان بالا و ستارگان و آسمان و کهکشانها نظر انداخت و به روابط هندسی بین آنها توجه کرد و نظم کلی حاکم بر عالم را شناخت. انسان از ابتدا به این نکات توجه داشته و به نحوی در محیط زندگی آنها را به کار برده و با ویژگی‌های زیستی خود انطباق داده است. در تمدن‌های بسیار کهن خاورمیانه، هند، چین و خصوصاً مصر و یونان، قوانین تناسبات و اندازه‌ها مورد نظر بوده و به عنوان نسبت‌ها و اندازه‌های الهی مانند قانون دینی به آن عمل شده و در آثار هنری چون معماری و نقاشی و حجم‌سازی به کار رفته است. آشنایی با این گونه آثار هنری و بررسی آنها برای علاقه‌مندان هنر و پژوهشگران هنری امری ضروری و لازم است، زیرا که در نتیجه آن بسیاری از نکات فنی و اسرار پنهان نمونه‌های برتر تاریخ هنر شناخته می‌شود. در ضمن با آگاهی از قوانین مربوطه که یکی از مهمترین زمینه‌های علمی زیباشناسی و آفرینش هنری است، ارتقای کیفیت هنری موجب می‌گردد. امیدوارم 8 برنامه مبانی طراحی که شامل توضیح عنصر ترکیب بود، مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا قسمت 9 برنامه مبانی طراحی که در آن شما را با ادامه مبحث ترکیب آشنا خواهم کرد، شما بینندگان و دانشجویان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.